دوستان عزیز هفته پیش ما برنامه ساختیم که ایران توانسته در سیستم امنیتی آمریکا حداقل دو سال نفوذ کنه یعنی چیزی که الان امروز ما میدونیم دو تا از ماموران یه جورایی قلابی و فیک اف بی آی که البته نفوذ کرده بودن به نیروهای اف بی آی مال سازمان امنیت میهنی بودن که با اف بی آی تفاوت هایی داره ولی نفوذ کرده بودن بین معمولان اف بی آی اونم با چه چیزایی خرشون کرده بودن با گوشی موبایل و اینا تونسته بودن به محافظان شخصی زن رئیس جمهور آمریکا نفوذ بکنن برنامه ساختیم توضیحاتی رو دادیم میتونید به هفته برنامه هفته گذشته من در این مورد توجه کنید که در یوتیوب و در تلگرام آرشیف شده اما در این هفته فکس نیوز که یکی از رسانه‌های بسیار مهمیه کنفرانسی میذاره در این مورد برنامه‌ای میذاره و این قضیه رو تحلیل میکنه و البته بگم باستا به بسیار گسترده‌ای در آمریکا این قضیه وجود داشته آقا مأمور امنیتی که با یه گوشی موبایل خر میشه یعنی امنیت آمریکا رو حواست امنیت آمریکا رو حواسی گوشی موبایل یا نه برخی از این عقب افتاده اپوزیسیون ما میگفتن ما اینجا راحت گوشی آیفون می اگر اگه راحته چجوری معمولی که محافظ شخصی زن رئیس جمهور آمریکا به خاطر یه گوشی آیفون خودشو فروخته اینا سواله بذارید ببینیم که رسانه فاکس نیوز در این مورد چی میگه دم بچه کاوش مدیا گرم بابت ترجمه کاوش مدیا Well, tonight we're learning more about the two men خب مجری میگه امشب اطلاعات بیشتری در مورد دو متهمی که خودشون نشون داده بودن ماموران فدرال هستن به دست آوردیم. البته تا جایی که من میدونم ماموران در حقیقت امنیت میهنی بودن حالا برای اف بی آی اینا حالا بحثا زیاده حالا ایشون میگه فدرال <تصفح> <تصفح> میگه و به مقامات مخفی امنیتی کمک های مالی میکردن این دو نفرن آریان تایرزاده و اون آقای حیدر علی Well, tonight we're learning more about the two men accused of pretending to be federal agents and giving financial favors to Secret Service officials. In court filings today, process... <laughs> <laughs> اقدامات بزرگی میخواستم بکنن حتما بلکه تحرکاتی رو در پیش گرفته بودن که خطراتی بلقاوهی برای امنیت ملی پدید میابرد میگه که خبرنگار CBS کاترین هریچ گزارش میده من میدونم این برنامه مال فاکس نیوزه تا جایی که میدونم منتظر چرا گوست CBS شاید خبرنگار کسی دیگر کمک گرفتم ولی میدونم که برنامه تا جایی که میدونم مال فاکس نیوزه میگه حضور یافتن دو مورد عجیب یعنی آریان تایرزاده و هیدری در دادگاه فدرال از یک خطر جدی برای امنیت ملی پرده برداشت من جزئیاتش رو تو برنامه خودم گفتم میگه بر اساس گزارش‌های تایید شده دادگاه این دو متهم کارمندان سازمان مخفی آمریکا که به کاخ سفید دسترسی داشتن را تحت تأثیر قرار دادن یعنی تا خود کاخ سفید نفوذ کردن از طریق محافظان اونجا میگه کارمندان مأمور شخصی که تعلیق شدن از کار به در حقیقت خانم First Lady, the White House, and the Vice President's residence. Arguing the suspects are flight risks, the government filed evidence photos of multiple weapons, tactical, <tactical gear, surveillance equipment, and tools. داشتن, داشتن, for fake IDs, an expired passport for Ali showed recent travel to Iran and visa. که منقضی شده نشون میده که به ایران سفر داشته yeah, um, you know, the... خب حالا یه خبر میگه که من در شگفتم ماریا وقتی به نام دو مرد آه, این فاکس نیوز اون شاید سی بی بوده بچا چیزش کردن تو کاوش مدیا قاطی کردن میگه من در شگفتم ماریا وقتی به نام دو مرد بازداشت شده نگاه میکنی نام یکی از آنها ایران نیست و آدم متعجب می شود که هدف این کارشون چی بوده که نفوذ کردن تعجب نیمز... میکنی خب معلوم دشمن ایران با دولت آمریکا دشمن دیگه بالاخره uh... اینا واقعا بعد برن تو مسابقات تیسوشان میگه که آقا جان یه کسی که نامش ایرانیه توی اف بی آی مثلا نفوذ کرده آدم تعجب میکنه هدفش چی بوده چرا تعجب میکنی هدف مشخص نفوذ خیلی واقعا هوش از نظر هوشیاری خیلی ضعیفه you know one secret جالبه اینو درست میگه نمیتونم باور کنم به همین سادگی میتوان درون سازمان مخفی کشور رخته کرد واقعا این آدمو شک میکنه این این پرسشش درسته یا سیستم امنیتی در آمریکا اینقدر واقعا داغونه یا این معموران خیلی حرفه بودن uh, یا هر دوانه و <applause> so uh, like uh, that... این جمله باز خیلی به نظر من درسته که مجری فاکس نیوز داره میگه میگه که و این بسیار آزاردهنده است که عوامل سازمان مخفی که به جزئیات بانوی اول آمریکا دسترسی داشتن با آپارتمان و گوشی آیفون تطمی می شوند می گوشی آیفون بگی کچولو به ما بگو که بانوی اوله چه غلطی میکنه به همین سادگی یه رسوایی بزرگی برای سیستم امنیتی آمریکاست.

Uh, so میگه kind of بنابراین باید در شگفت باشید که به چه داده های دسترسی پیدا کردن و با آنها چه کردن خب یه خبرنگگاه دیگه مالی یه رسانه دیگه میگه اینجا من نه تنها برای جو بایدن و کسانی که در آن حوزه هستند نگرانم بلکه سازمان مخفی هم مرا نگران میکنه On, you know, within that sphere. but I'm concerned about the Secret Service I've been hearing too much about them in the last ten... میگه در ده سال گذشته اخبار زیادی درباره رختنه اطلاعاتی در دستگاه آنها شنیدم همه حرفم هم این بود گفتن که باید تمومش کنم ها یعنی بهش فشار به این خبرنگار فشار آورده بودن که بیشتر نگو <تصفح> این مال فاکس نیوز این فاکس نیوزه میگه اگه یک ریاست جمهوری عادی بود دو هفته آن را پوشش می‌دادند و آن را بزرگترین شکست برای امنیت ملی قلمداد می‌کنند که در بالاترین سطح خود روی داده است. On the highest level the secret service was compromised by foreign intel میگه که مأموران سازمان مخفی آمریکا احتمالاً توسط سازمان اطلاعات ایران و پاکستان آلوده شده. Like میگه افرادی از این دست چه آمریکایی و چه خارجی که با مأموران سازمان مخفی حتی در تماس باشن باید به درستی گزینه شود.

آمریکای واقعی کی آمریکای واقعی سرخپوستان من میگه که بلکه برنامه و سوابق به سفر بسیار مشکوکی هم داشتن که هر دوتا تا مثل که به ایران رفت و آمد هم داشتن حداقل آقای حیدر علی که مطمئنیم به ایران رفته اومده plans اینجا دیگه داره چرت و میگه ایران از گروهای جهادی حمایت میکنه و اینا دیگه خفه شو برد جلو بر، تو خود الان آمریکایی مثلا اصیلی هم مثلا اینا بیگانه بودن الان چهره این مثلا کجاش به آمریکا حتی به اون آمریکایی که حالا سرخپوستا رو بهش که به اون آمریکایی که سپید میگن سپیدای آمریکا که میگن اورجینال آمریکا هستن این چهره به اونا میخوره خودش چیز بیگانه از نسبت به آمریکا بعد میام میشیم دو نفر بیگانه بودن ما ببندید همتون بیگانه اید organizations themselves like سوال میکنه باید درست گزینش بشن و میگه اف بی آی واقعا دست گل آب داده این دست گل دیگه نیستش این گلستان به آب داده قرونتون برم خواستم این برنامه رو داشته باشیم در مورد این دو معمور هفته پیش به صورت گسترده دو قلابی به صورت گسترده و این رخنه امنیتی در آمریکا به صورت گسترده صحبت کردیم و در این برنامه خواستم با حساب که در آمریکا در رسانه ها داشته یک نگاه کوتاهی داشته باشیم سواس گذارم از بچه های کاباش مدیا پاینده ایران همه شما خوبانو در خودم از ایران میسپارم بدرود